سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. و قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا. بهشتر زانی خوبان عالم، بهشتر زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کلام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه راجع به توحید بود. امام علیه السلام در ادامه می‌فرمایند راجع به خدای متعال، لفظ در باره او به کار گرفته نمی‌شود و لفظ آنگاه او را در زمان محدود نمی‌سازد و لفظ اگر شامل او نمی‌گردد، یعنی مکان و زمان و تردید از ساحت مقدس او به دور هستند. بلند مرتبه بودن او به معنی بالانشین بودن او نیست. این که میگیم خدای متعال بلند مرتبه است، این نیست که در یک جای بالایی قرار داره و نشسته، نه، این معنا مراد نیست. بلند مرتبه بودن او به معنی بالانشین بودن او نیست و آمدن او به معنی جابجا شدن او نیست. نابود را بود نماید و بود را نابود سازد و غیر از او هیچ کس در آن واحد از این دو صفت برخوردار نباشد. در آن واحد خدای متعال نابود را بود می کند و بود را نابود. در پرتو اندیشه فقط می توان به خدا باوری رسید. با اندیشه انسان می تواند باور کند خدا را، اعتقاد پیدا کند و معتقد به او ذات پاک و مقدس بشود. در پرتو اندیشه فقط می توان به خدا باوری رسید، اعتقاد به همان وجود او، نه به وجود صفت او. صفات به سبب او وصف پذیرن، نه او به سبب صفات. یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیروهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک. از همون روزایی که یادم دادن نوشتم و، چون که با عشق تو مولا زده ان سرشتم و، مادرم به من میگفت عزیزکم نور دو عین، اولین حرف دلت رو بنویس مدد حسین. کربلا کربلا
قبله اهل یقین. کربلا کربلا معنی حسن حسین. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. شناخت ها به سبب او شناخته شوند، نه او به سبب شناخت ها شناخته گردد. پس این است اون خدا که هم نامی ندارد، پاک و منزه است، چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. اینها فرازهای از کلمات حضرت سید الشهدا سلام الله علیه راجع به توحید و خداشناسی بود که قطعا نیاز به جلسات متعدد و زیادی داره برای شرح و تفسیر این کلمات، اما چون برنامه ما برنامه ایست کوتاه و چند دقیقه ای، لذا به صورت اجمال ما برخی اون فرازها رو خدمت بینندگان محترم خواندیم و توضیح بسیار کوتاه و اجمالی. بعد وارد میشیم به سخنان کوتاه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در زمینه‌های اندرز و حکمت و غیر اون. امام علیه السلام هنگامی که رهسپار کربلا بودند فرمودن به راستی دنیا تغییر چهره داده و ناشناخته گشته و نیکی در آن و نیکی آن در حال نابودی است و از آن جز رطوبتی که در ته ظرفی مانده و جز زندگی و بال آور، همچون چراگاهی که جز گیاه بیماریزا و بی مصرف چیزی در آن نمی روید باقی نمانده است. امام علیه السلام نکات مهمی رو در این فرمایششون گوشزد می کنن که خلاصه دنیا تغییر چهره داده، اوضاع و احوال در دنیا عوض شده، نیکی در این دنیا در حال نابودی است، جز رطوبتی از نیکی چیزی نمانده، اون هم رطوبتی که در ته ظرفی باشه، و جز زندگی و بال آور. مثال میذارن چراگاهی که در اون چراگاه گیاهی نیست جز مقدار کمی گیاه بیماریزا، اون یه مقدارم قابل مصرف نیست. یک چنین حالتی پیدا کرده دنیا، جز گیاه بیماریزا و بیمصرف چیزی در آن نمی روید. از دنیا چنین چیزی مانده و باید مراقب باشیم که از این فرصت باقی مانده از عمرمون رو استفاده کنیم و اون رو بی جهت هدر ندیم. ادامه کلمات اون حضرت رو انشاءالله در جلسات بعدی به عرض شما خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و